ریخی گریز گریز هست. اطمینان بتون که قندوز تحت مدیریت است. ای افتضاح نیاز به ای داره که چند تا شرافتمندانه از وظیفه خود کنار برن. فرماندهان جهادی در برابر هراس افغانان خواهند جنگید. ده ها تن از باشندگان ولسوالی کوهدامن ولایت کابل بر رهبری امان الله گذر برای شرکت در نبرد کندز کابل را به قصد آن ولایت ترک کردند. یکی از فرماندهان میر امان الله گذر میگوید افراد آنان برای همکاری با نیروهای امنیتی در نبرد کندز شرکت میکنند. در همین حال فرماندهان جهادی ولایت تخار پس از سقوط شهر کندز امروز در گردهمایی در شهر طالقان فیصله کردند تا در کنار نیروهای امنیتی بیستند و در برابر طالبان بجنگند. فرماندهان جهادی آماده نبرد با هراس افغانان. این باشندگان ولسوالی کوهدامن کابل که شمارشان به صدها تن میرسد برای شرکت در نبرد کندز به این ولایت میروند. هر زمانی که حکومت وحدت ملی تقاضا بکنه مردم کوهدامن حاضر است که برن دفاع بکنن از مردم بی‌بضاعت کندز. اینجا در شهر طالقان فرماندهان جهادی گرد آمدند و از افزایش حضور طالبان در حوزه شمال شرق ابراز نگرانی میکنند. این فرماندهان جهادی اعلام میکنند که برای درهم کوبیدن طالبان در حوزه شمال شرق در کنار نیروهای امنیتی خواهند ایستاد. با حضور قماندان امنیت تخار و با حضور مقامات امنیتی ولایت تخار وعده سپردن که با تمام توان با تمام نیرو با یک مورال بلند در کنار نیروهای امنیتی استاد می شوند. قماندانایی که در دوره جهاد در اینجا بوده اینا همش برای از اینا هماهنگ است. برای فعلا جلسه که در قماندانی داشتیم این خودش قوت است، فقط تنها اکمالات است. ما بتوانیم که به دست بیاریم از طرف دولت مرکزی انشاءالله در مقابل دشمن دیگه هیچ کمودی نداریم. در همین حال مقام های امنیتی ولایت تخار از تصمیم این فرماندهان جهادی استقبال می کنند. این خوب است که با نیروی امنیتی یک روحیه می بخشه و نیروی امنیتی را تقویه می سازه، یک با روحیه‌اش با تقویه‌اش مطمئن می شوند که پشت سرشان به کوار مردم ایستاده است. مردم در حمایت ارگان های امنیتیشان ایستاده است. مردم مطمئن می شوند نیروی امنیتیش که از اراضی تخار دفاع بکنند. این فرماندهان جهادی میگویند که طالبان مسلح و کسانی که در کشتار افراد بیگناه دست دارند برادران ما نیستند و مخالفان سیاسی نظام نیز شناخته نمیشوند، بل آنان فقط دشمنان مردم افغانستان هستند. نعمت احمدی خبرنگار تولونیوز از تخار اکنون با ماست. خیلی خوش آمدین آقای احمدی. چی از آخرین اطلاعاتتان درباره اوضاع ولایت همسایگیتان کندز؟ همکار عزیز سلام بر شما و به تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی طلوع نیوز، شبتان بخیر. قسمی که شما هم در جریان هستیم، با سقوط ولایت کندز نگرانی های منفی بالای روحیه مردم ولایت تخار گذاشته. حتی راه ولایت تخار که به طرف کندز و بالاخره به کابل میره مسدود شده. مردم اطمینان مردم نسبت به حکومت وحدت ملی کاسته شده است. حتی مردم ولایت تخار در شهر و بازار گشت و گذار نمیکنه. من امروز با فرمانده امنیه ولایت تخار گفتگوی داشتم. او میگوید که با سقوط ولایت تخار چهار ولسوالی نبرد در چهار ولسوالی ولایت تخار آغاز شده که از جمله در اشکمش، در ولسوالی ینگ قلعه، در قد و خواجه غار که حتی نیروهای مخالف مسلح دولت توانستند که تا 4 کیلومتری مقام ولسوالی خود برسانند نبرد سخت جریان داشته. باز به گفته فرمانده امنیه ولایت تخار نیروهای کمکی از شهر طالقان به کمک اونها شتافتند و سرانجام نبرد هم در ولسوالی ها جریان دارد. حتی مردم شگفت‌انگیز شدند، بسیار حتی مردم ورخطا شدند و تصمیم گرفتند که به ولایت تخار بروند به خاطر از اینکه وضعیت امنیتی در اینجا نگران کننده است. امروز هم قسمی که در خبر گفته شد، امروز سران جهادی در ولایت تخار گرد هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که با نیروهای امنیتی یکجا مبارزه کنند تا هراس افغانان نتوانند وارد ولایت تخار شوند. ما زمانی که با فرمانده ها با سران جهادی که اصلا در حکومت کدام وظیفه ندارند، اینها میگن که آنگونه که در 14 سال گذشته کشورهای اشغالگر از کشور از افغانستان بیرون کردند، آنها میگن که اجازه نمیدن به هراس افغانان که وارد تخار شوند.
و برای جزئیات بیشتر محب الله بله آقای احمدی پیش از مصاحبه‌تان با محب الله نوری یکی از فرماندهان جهادی در ولایت تخار میخوام آخرین اطلاعاتتان درباره اوضاع ولایت کندز به ویژه شهر این ولایت داشته باشیم. شما شاید با مقام های امنیتی در شهر کندز به تماس باشین. چی از آخرین گزارش ها از شهر کندز؟ البته نبرد سخت میان نیروهای امنیتی و حراس افغانان در ولایت کندز جریان دارد. فرمانده امنیت ولایت تخار میگوید که روز گذشته 50 تن از سربازان این ولایت به کندز رفتن و مصروف نبرد هستند و گفته شده 70 نفری که مربوط ولایت تخار بودند و در مرکز تعلیمی ولایت کندز مصروف آموزش درس بودند، اونها هم تجهیز تمویل شدند در مقابل حراس افغانان می جنگند. راه های ولایت تخار به طرف کندز مسدود است، حتی مردم از چهار بجه به این طرف دیگر در شهر و بازارها گشت و گذار نمی کنند. حتی مردم نگران کننده نگرانی از هستند که می گویند که در تمام ولایت تخار بیشتر از 2000 نیروی امنیتی وجود ندارند که در به شمول نیروهای پلیس محلی، پلیس ملی و نظم عامه. اینها نگرانی از هستند که در صورتی که نیروهای کمکی به این ولایت نرسد و همچنان اگر سران جهادی که حالا تصمیم گرفتن در صورتی که از یا که سران جهادی را در این ولایت دولت حمایت نکند، ممکن حراس افغانان به سادگی از رهگذر ولایت بدخشان همچنان ولایت کندز وارد ولایت تخار شوند. باشندگان بدخشان به طول نیوز میگویند و هشدار میدهند در صورتی که هر از گاهی حراس افغانان تلاش بکنند یکی از ولسوالی های ولایت تخار را به تصرف بیارند، ممکن در کمتر از 24 ساعت این ولسوالی این ولایت تخار در کل به تصرف خود. خب حالا میتونین مصاحبهتان با محب الله نوری از فرماندهان جهادی ولایت تخار انجام بدین و ما هم سوال های خواهم داشت از آقای نوری. محب الله نوری یکی از متنفذین ولایت تخار است که در جلسه امروزی که سران مجاهدین با فرمانده های امنیه ولایت تخار داشتن زیاد بیشتر از یا پرسان میکنیم. آقای نوری سلام بر شما، میشه در مورد ازی بگیم چقدر تاثیرگذار است شرکت سران مجاهدین در نبرد با حراس افغانان در کنار نیروهای با نام خدا و با سلام به بیننده های محترم تلویزیون طلوع. قسمی که شما در جریان بودین از این شهر به این طرف وضعیت بعد از سقوط کندز که یک خبر بسیار تکان دهنده بود برای مردم ولایت تخار، نگرانی های در شهر طالقان از وضعیت با حضور همه فرمانده ها و متنفذین بزرگان تخار این وضعیت روانی نه تنها مردم تخار تغییر داد بلکه مقران نیروهای امنیتی را به مراتب بلند برد و خوشبختانه دیشب هم حملاتی که در ینگ قلعه و رسوالی ینگ قلعه جریان داشت و در اشکمش جریان داشت، دشمن هم در اشکمش هم در رسوالی ینگ قلعه به شکست مواجه شدن. بنابراین امروز روحیه نیروی امنیتی به مراتب مورالشان بلند رفت، وضعیت فعلا در یک نیروی امنیتی در یک شرایط بهتر قرار داره و وضعیت روانی مردم هم تغییر کرد. بله آقای نوری، اگر روحیه نیروهای امنیتی در برابر طالبان بلند هستند و این نیروها میتونند از ولایت تخار دفاع کنند و حملات طالبان در این ولایت دفع کنند، پس چی نیاز است به شما و چرا شما در کنار نیروهای امنیتی میخواهید سلاح بردارین به گونه غیر قانونی البته با طالبان بجنگین؟ فعلاً فرمانده های جهادی از روی احتیاط گرده هم آمدن و آمادگیشان را گرفتن که در صورتی که نیروهای امنیتی در برابر مخالفین مسلح موفق نشوند یا هجوم قوی تر باشه، باز در مرحله اول خوب نیروهای امنیتی آمادگی دارن که بعد در برابر دشمن مقابله بکنن. در صورتی که نیروهای امنیتی نیاز به حمایت فرمانده های جهادی و متنفذین محل داشت، در حدود 2000 نفر به رهبری فرمانده ها و سران جهادی آماده شدند که با تمام توان و با تمام قوت از تخار دفاع بکنند. سلاح و مهمات از کجا میکنین شما؟
امروز در همین جلسه ای که امروز در مقام ولایت برگزار شد، بحث اصلی همین بود که اول بحثی بود که به هر قماندان چقدر نفر نیرو میتونه آماده کنه. هر قماندان ها آمادگی نشان دادن، گفتن که از هر ولسوالی میتونه در حدود 100 نفر آماده کنن و هر قماندان آماده شد که او نیروهایی که زیر تحت امرشان است اونا را گردآوری کنن و صدایی که در اختیارشان است او را آماده کنن. ولی باز هم خواست دومشان این بود که دولت باید در صورتی که به اونا نیاز شود با مهمات از یکل مهمات سپاس محب الله نوری از فرماندهان جهادی در ولایت تخار و همچنان نعمت الله احمدی خبرنگار تولونیوز در این ولایت از حضورتان خیلی سپاس. و اکنون بحث خود با عزیز رفی فعال جمعی مدینه ادامه میتیم. خیلی خوش آمدین آقای رفی. ما در جریان بحثای خود از دیشب تا حالا نخستین سوال این گونه میپرسیم که چرا قندوز به یک بارگی به دست طالبان سقوط کرد؟ این سوال حالا میخوام جوابش از شما داشته باشید. البته عوامل بسیار متعددی وجود داره، ولی بدون شک به مسئولیتی اراکین نظامی و امنیتی افغانستان از یک طرف و عوامل گسترده سهلنگاری کاری و به خصوص نداشتن برنامه دقیق و تعریف دقیق از دوز و دشمن سبب شد که قندوز یک بار سقوط بکنه و متاسفانه فاجعه را به بار بیاره که جبرانش تا چند سال آینده دولت وحدت ملی ناممکن خواهد. اطلاعات از قبل هم نیروهای امنیتی داشتن، هم وزارت دفاع این مسئله را تایید میکنه، هم ریاست عمومی امنیت ملی و هم وزارت داخله. پس چرا نتونستن از سقوط شهر قندوز جلوگیری کنن؟ عمق فاجعه همینجاست که وقتی شما اطلاع دارین، وقتی شما میفهمین که دشمن تیاری داره، وقتی که شما میفهمین که دشمن شما را میخواد سرکوب بکنه، شما نمیتونین از خود دفاع بکنین و با پرتله های پر، با تفنگ های پر فرار میکنین، شهر را رها میکنین. دقیقاً که مسئولیت بسیار بزرگ است که در هیچ وضعیت نمیشه تشریح شود و توجیه شود. خب شما چگونه تحلیل میکنید؟ من باورم این است که مقامات امنیتی در قندوز خیلی سهلنگاری کردن و مقامات رهبری قندوز مسئول هستند در برابر. اما رئیس جمهوری امروز هیچ حرفی درباره سهلنگاری و غفلت مقام های محلی قندوز در پیوند به سقوط شهر قندوز چیزی نگفت. من با تمام احترامی که به رئیس جمهور غنی دارم، صحبتشان امروز بسیار غیر تخصصی بود و وضعیت را که اونا تحت مدیریت خود نشان میدادن، یعنی تحت مدیریت وضعیت تحت مدیریت طالبان است. اگر قرار است که کسی در قندوز امروز مدیریت میکنه، طالبان است و اگر رئیس جمهور از موضع طالبان صحبت میکنه، خیلی خیلی خطرناک است. حکومت ادعا دارد تنها طالبان در شهر قندوز حاکم هستند، در دیگر ولایت ها نیروهای امنیتی حضور دارند. اطلاعات جدیدی که در دست است طالبان فعلا در پشت دیوار میدان هوایی قرار دارند، یعنی دولت فعلا تنها در میدان هوایی محصور شده. خب اکنون چرا نمیتونن دوباره طالبان باید از رئیس جمهور پاسخ بده که رئیس جمهور باید پاسخ بده که مدیریت را که اینا ادا میکنن چگونه مدیریت است. خب شما چی برداشت دارین؟ گرچه به گفته شما اونجا ظرفیت بلند در میان نیروهای امنیتی وجود داره و جنگ افزارها و امکانات زیادی هم در دسترس دارن. من فکر میکنم که هنوز اراده سیاسی برای ضد حمله با وجود نامده و چرا باید اراده سیاسی به خاطر ضد حمله در توجه داشته باشیم که اونجا مردم هر روز از سوی طالبان آزار اذیت میشن؟ گزارش های وجود داره که ساختمان های نهادهای تولیدی را طالبان آتش زدن، دارایی های مردم به چپاول برده شد، طالبان اونجا دادگاه صحرایی برگزار کردن، شهروندان قندوز میکشن. پس باز هم چرا اراده سیاسی به خاطر تامین امنیت شهروندان در قندوز وجود نداشته باشه؟ باید دولت موجود و اراکین امنیتی دولت موجود و سرقماندان اعلی قوای مسلح افغانستان پاسخ بده که چی دلیلی وجود داره که عملیات علیه اونا آغاز نمیشه و اونا با دست باز در داخل شهر حمله میکنن و برخلاف ادعایی که گفتن که شفاخانه قماندانی امنیه را گرفتن و مقام ولایت را گرفتن، متاسفانه اونا را هم از دست دادن و اینا در پشت دیوار میدان هوایی قندوز رسیدن. من باور من این است که دولت در یک بی برنامگی بسیار بدی قرار داره که این بی برنامگی سبب خواهد شد بیشتر طالبان در قندوز یک مدت زمان بمانن و متاسفانه ما تحمل کنیم و یک فاجعه بسیار بزرگ انسانی به وجود بره، چون با مجرد که زمان طالبان از مطمئن شوند که دیگه تهدید امنیتی متوجه شده نیست، اینا به تصفیه شهر خواهد پرداختن و تصفیه شهر سبب خواهد شد که تمامی کسانی که در دولت کار میکردن و در قسم به اصطلاح در
بحث‌های انتقام‌جویی قومی و زبانی و سمتی و تنظیمی و غیره دخیل می‌تونن شوند. متاسفانه زیر حمله خواهد بودن و یک فاجعه بزرگ انسانی به وجود خواهد آمد. با توجه به اهمیت جایگاه ولایت کندز و همچنان موقعیت استراتژیکی این ولایت در شمال افغانستان، فکر میکنین که چی به دنبال خواهد داشت سقوط شهر کندز به ویژه در ولایت های شمال؟ خیلی تاثیرگذار است. شما متوجه باشین وقتی که قندوز رای یک مالاتی تخار و بدخشان قطع بکنه، مورال جنگی در بدخشان و تخار خیلی پایین میاد، بخصوص با این بی‌کفایتی که دولت نشان داده در عدم اکمالات درست و در عدم وارسی و به اصطلاح کمک به نیروهای امنیتی خودش. تمامی پسته های سربازان دلیر افغانستان زمانی فتح میشه که اونا حمایت نمیشن، به اونا اکمالات برشان نمیرسه. تمامی سربازان خیلی با شهامت میرزمن، ولی متاسفانه از آنجا که حمایت نمیگیرن، تکمیل اکمالات نمیشن، اونا متاسفانه تسلیم میشن یا شهید میشن و کشته میشن. آنچه که خیلی مهم استی است که اگر وضعیت به همین منوال دوام بکنه، فاجعه به بار خواهد آمد و متاسفانه یک فاجعه بزرگ انسانیه که به صورت قطعی اما عواقبش غیر قابل التیام خواهد بود و درزهای بسیار قوی قومی و زبانی و سمتی و گروهی را ایجاد خواهد کرد که دولت موجود متاسفانه توانایی التیامش نخواهد داشت. در تصاویر پخش شده از سقوط شهر کندز دیده میشه در هر بخش شهر کندز فقط شمار طالبان از 10 تا 15 بالا نمیره، اما با آن هم چگونه توانستن نیروهای امنیتی با ظرفیت با امکانات بیشتر در ولایت کندز اکبراگی از شهر کندز بیرون بنانند؟ چرا سران امنیتی، نهادهای امنیتی در ولایت کندز، مسئولان نهادهای امنیتی در ولایت کندز نتونستن از ظرفیت نیروهای امنیتی و از امکانات در دست داشته این نیروها کار بگیرن و این حمله طالبان را دفع کنن؟ سربازان امنیتی افغانستان خیلی خیلی با شهامت رز میدن، اما نیاز به مدیریت دارن. متاسفانه مدیریتی که صورت گرفته خیلی مدیریت خراب است. هیچ نوع انگیزه و مورال جنگی برای اونها نگذاشتن. خب شما متوجه باشید حمله تهاجمی تابستان طالبان میآمختن، درس میگرفتن، چرا از این حمله یا خب وقتی مدیریت درست نباشه، وقتی حمایت درست نباشه، در متوجه باشید. اما در تابستان توانستن که حمله گسترده طالبان به شهر کندز دفع کنند. وضعیت قسمی بود که دو حالت وجود داشت، یکی حمایت مردمی وجود داشت، یعنی مردم و به خصوص کسانی که در بحث‌های نظامی گذشته به خصوص در دوران جهاد سهم داشتن، اونا با نیروهای امنیتی پیوستن و تونستن نجات بدن. خب اما متاسفانه پیش از حمله باز هم در کندز وجود داشتن. متاسفانه وضعیتی که به وجود آمد که تقریبا یک نوع بی‌باوری و یک نوع اتهامات را علیه اونا به اصطلاح برچسب زدن، باعث شد که یک فضای بسیار بی‌اعتمادی گسترده دیگه به وجود بیاد و طالبان به بهترین وجه از این فضای بی‌اعتمادی و از این فضای از این خلا استفاده بکنن و حمله بکنن. پس شما میخواین بگوین که فشارها از مرکز و بستن اتهام نسل کشی با برخی از فرماندهان جهادی در ولایت های شمالی سبب شد که روحیه همکاری در میان این قشر شمال کشته شود در همکاری با نیروهای امنیتی؟ شما متوجه باشین که وقت والی قندز، والی جدید قندز مقرر میشه، در اولین صحبت خود خیلی خیلی صادقانه با مردم میگه که من به خاطر حمایت از یک قوم خاص اینجا آمدم. این نشان میده که دولت یک انتخاب بسیار نادرست از یک والیه که دقیقاً نمیتونسته چگونه مدیریت بکنه و در اونجا بحث قندز برش مطرح نبوده، بلکه بحث حالا این والی چگونه از یک قوم خاص در اونجا پشتیبانی میکنه، فرار کرده در قندز؟ متاسفانه به همون خاطر چون مدیریت درست در قندز وجود نداشته. بله. و این مدیریت سپاس. به اصطلاح یک مشکل بسیار جدی را خودش به وجود آورده، سبب شده که قندز امروز در کام جنگ بفته و در یک فاجعه بسیار بزرگ انسانی قرار گرفته. عزیز رفیع فعال جامعه مدنی، سپاس از حضور در برنامه. ادامه خبرها. عبدالله از وجود پناهگاه های امن هراس افغانان در خاک پاکستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکایت کرد. آقای عبدالله میگوید که افغانستان قربانی فعالیت های هراس افغانی است که پناهگاه های آنان در پاکستان هستند و گفته آقای عبدالله رهبری پاکستان وعده هایی را که برای از میان برداشتن پناهگاه های هراس افغانان در خاکش ماهای پیش کرده بود تا اکنون عملی نکرده است. عبدالله با اشاره به حمله طالبان به شهر کندز تاکید می‌ورزد که هراس افغانان هم مانند سالهای گذشته در رسیدن به هدف اصلیشان ناکام خواهند شد و همچنان نشست‌ها و دیدارهای بعدیش را در نیویورک ملغا کرد و به زودی به کشور خواهد برگشت.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت به 70 نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. آقای عبدالله از روبرو بودن افغانستان با تهدیدها و خطرهای فراوان هراس افغانی و تندروی سخن میزند. با گفته آقای عبدالله، هراس افغانان از خاک پاکستان برای اعمال هراس افغانانه در افغانستان بسیج می شوند و می افزاید که شبکه حقانی مستقر در پاکستان مقصر اصلی هراس افغانی در افغانستان است. ما از پاکستان می خواهیم تا امون گونه که رهبریش برای ما چند ماه پیش تعهد سپرده بود به وعده هایش عمل کند. رئیس اجرای حکومت با اشاره به حمله طالبان بر کندز می گوید که نیروهای دولتی توان سرکوب آنان را دارند. در جریان 48 ساعت گذشته صدها هراس افغان که شمار از آنان جنگجویان خارجی هستند حمله های را بر ولایت کندز سازماندهی کردند، جایی که نبردهای سنگین ادامه دارند. یک روز پیش از آن آنان با انفجار یک بم 10 تماشاچی یک رویداد ورزشی را در پکتیکا کشتند و چندین تن دیگر را زخمی ساختند. این تلاش ها سرانجام ناکام خواهند شد. عبدالله عبدالله در سخنانش برای نابودسازی مواد مخدر در جریان 10 سال آینده در کشور نیز تعهد می سپارد و همچنان برای رسیدگی به بحران‌ها و چالش‌های کنونی در جهان خواستار به میان آمدن اصلاحات در سازمان ملل به ویژه شورای امنیت گردید. ادامه محور پس از وقفه کوتاه.